خب امروز 3 خرداد 1402 من میخواستم الان در مورد هیرمند و این دستخط ناصرالدین شاه رو پیدا کردم، در سد کمال خان اینا رو بیام رگباری در مورد این موضوع حقابه رود هیرمند و اون اتفاقات سیستان صحبت بکنم. یه دفعه یادم افتاد که ما چیزی منتشر کردیم در مورد دو نفر عجیب غریب و افرادی پرسیدن این موضوع چیه، قضیه چیه. گفتم اب نداره، حالا یه توضیحاتی در مورد این دو نفر من توضیح بدم که موضوع چی بوده، چون خیلی اینو دیده بودن. این دو نفر که میبینید، یکیش از آقای دکتر سعید سکویی، یکیش از عباس فخرآور. این دو نفر در واقع تایتلشون اینه که سیاسی هستن، ولی ایشون یک بیزینسمن. همه دیدم، خودم دارم میگم، من واقعا نمیدونم که افراد چی هستن، این قضاوت نمیم. این فرد عباس جان یک بیزینسمن هست، یک بازیگر در جهان واقعی. این یکی هم تقریبا میشه گفت همینطور. موضوع حالا چی بود؟ در برنامه ای هست به اسم کلاب هاوس، حالا چون من موبایلم ساده است نیستم اونجا الان در کلاب هاوس که چه اتفاق، اما دورا دور میدونم اونجا موضوعاتش چیه و چه اتفاقاتی درش میفته. عباس جان بهش میگن جفرسون، ایشون در اونجا بازارش خیلی داغه، مثلا اونجا اتاق برگزار میکنه، همزمان استریم میکنه در یوتیوب. کارش هم از نظر سیاسی اینه که میره با نمایندگان پارلمان آمریکا، اونایی که خیلی اوضاعشون از نظر رأی خرابه اروپا، خودش در آمریکاست، میره دم اونا رو میبینه، میگه که خوخل کلکه، میره میگه که من پیشنویس قانون اساسی نوشتم و در ایران خیلی طرفدار دارم، من اپوزیسیون هستم، تو اگر از من حمایت بکنی از چیزهای ایران، اپوزیسیون ایران حمایت کرده، از اگر از من بله، من کجا اتفاق میفته؟ اتاق پشتی مثلا اون ساختمون قدیمیه مثلا در لوکزامبورگ که نماینده اونجا دو دور آخرش میخواد بره، اون با خودش چی فکر میکنه؟ نماینده مجلس پارلمان اروپای مثلا، یا یکی دیگه مثلا شورای شهر، مثلا شهر لیسبونه، مثلا میگه که خب من که اوضاعم خیلی خیطه از نظر حزبی یا اجتماعی هر چیزی، مردمم نمیدونن این کیه که مردمون که به من رأی میخوان بدن، یا اگه درون حزبی باشه یا اعضای حزب که نمیدونن این کیه که. من 4 تا عکس با این میگیرم، 2 تا جلسه باش میذارم، هواداران من فکر میکنن که چی، من در ایران من دارم چیز میکنم، تاثیرگذارم، دوباره به من رأی میدن. این چی به دست میاره؟ اون کردیت رو به دست میاره، علاوه بر اون چی کردیت و اعتباری که داره به دست میاره، فاندم میگیره. گرفتی شد؟ علاوه بر این که مثلا سیستم های مالیش، خب ایشون فقط سیستمش این فاند مالیش از این چیز نیست، این کلک کلک بازی های، خب آدم میتونه از اینا چی کارت بگیره ها، جدی دارم میگم، بچه های تینیج که اصلا نمیدن، شما میتونید اینجوری به راحتی تلکه بکنید سیاست مداران جهان رو و پولدار بشید. بعد مثلا دخترتون چه دختر بچه داره، چون ایشون سلبریتیه، من میتونم مجازم که بپردازم، زندگی خصوصیش یعنی نیست. بذار فکر بکنم که اینو بگم یا نه، ببخشید بیت لحظه استوب بکنم. خب اوکی میگم، ایشون برای دخترش مثلا روراک برقی میخره 40,000 دلار، تو چیز میخره، مثلا کره بادوم زمینی میخره، تک تک تیر و تایفش هم برده اونجا. من که گفتم چون بچه ممکنه بزرگ شه بعد بگه چه حرفایی در من زد، اما یعنی خودش در امنیت و آسایش کامل اونجا با این پولایی که ترکه کرده نمایندای اروپایی و با نماینده دست چهارم مثلا انگلستان در پارلمان بریتانیا رفت صحبت کرده، بعد در ایران میاد در یوتیوب میاد میگه که برید اون کاریو بکنید که بزرگتر از خودش جرأت نمی‌کنن در همه آمریکا انجام بدن، یعنی کارهای خیلی بد که میتونه خیلی مشکل ساز بشه از نظر حقوقی برای آدمایی که اون کارو انجام میدن. خب یعنی اگر کسی خواست بره اروپایی‌ها رو تلکه بکنه، بره بکنه، مجاز ارزاوری بکنه، اصلا برید اونجا پیرمردای پارلمان اروپا رو پیدا کنید، ازشون فاند بگیرید، ولی فاند گرفتید همه فقط خرج زندگیتون بکنید رو شامپاین و اینا، حالا تکیلا هم بهش می‌فرستن.
ولی دیگه مردم بچه های 17 18 ساله ساده ساده دل خیرخواه، بعضن بچه های خوبی که در ایران هستن مثلا فالوور تو میشن، اونا رو تحریک نکن به انجام یه کاری. و نمیخوام اینجا تکرار بکنم، به انجام یه کاری که ممکنه مسائل قانونی خیلی وحشتناکی براشون تبعات خیلی بدی براشون داشته باشه. پولا رو بگیر برو مثلا قایق تفریحی سوار شو، برو لب دریا بگرد، بعد بگو مثلا من اپوزیسیون هستم، حالش هم ببر. مثلا شبیه مثلا رضا شاه هم هستم، یه دوتا عکسم بگیر و در یوتیوب اینا هم بذار، هر چند وقت یه بارم بیا. این آقای سکوی سکوی خیلی خنده داره، یعنی چه طنزه. نه اگر این سکویی و اینا نبودن این یعنی خود نچسبه، ولی سکویی مکویی اینا نبودن حوصله واقعا سر میرفت از نظر سیاسی. هر روز یه آدم تکراری بودن اون وقت، ولی اینا سرگرم کنندن، واقعا سرگرم کننده. حالا کسایی که دنبال کردن مسائل کلاهاسیشون رو میدونن. خب ایشون هم در واقع نحوه دانلود شدنش اینجوری بوده که سالهای قدیم در نرم افزاری بود فقط در ویندوز به اسم پلتاک. توی پلتاک ایشون کلا اصلا خب نبوده اصلا تو این فضاها، یعنی 50 سال پیش داره، مثلا دهه 50، 7 8 سال قبل از انقلاب سال 57 ایشون مهاجرت میکنه به هر دلیلی، میره آمریکا. حالا دانشجو بوده، مانشجو بوده یا هرچی، اونجا مونده تا الان. خب مونده تا الان و حالا یه اتفاقاتی برای مثلا خودش گفته که من. حالا به هر دلیلی ایشون احساس مخالفت میکنه یا هر چیزی، ولی خب دانلود نشده بوده در آپلود نشده بوده در فضای سیاسی تا پلتاک میاد. پلتاک که میاد ایشون اونجا اتاق میزده و مثلا روم میزد و پلتاک هم مثل همین چیز من شنیدم بوده، مثل کلاب هاست بوده، آدم اونجا حرف میزدن. اینجا اونجا به پلتفرم برگزار کرده حرف میزده، بعد مثلا چون خود سرگرم کننده هم هست، چهار نفر جمع میشن و خب افراد سیاسی هم ویژگی‌های شخصیتیشون یه جوری که زود بالای درخت میرن، یعنی دنده میخورن. همین عباس فخرآور رو ببینید، سری بهش دنده راحت میشه بدی، راحت میشه جناب پیشنویس قانون اساسی نمیشه، شما یه حقوقدان بزرگ هستید، تو اونجوری هستی با سری میرن چیز دنده میخورن میرن بالا. آقای سکویی هم یه دفعه امر بهش مشتبه میشه که چی، مثلا چهار نفر مثلا میان تو پلتاک، اینا میگن خود مثلا جناب فرمانده بزرگ، جناب تو اصلا بیت انقلاب بکن، تو خیلی چه گوار هستی. فرام همزمانم با خودش میگه ما که اینجا داریم این همه سوال وضع مالیش، من شنیدم خیلی خوبه ها، یعنی دو سه بار ازدواج کرده، زن دومش دندون پزشک بوده، بعضش خیلی خوب بوده، و خب کلکه دیگه. ای آقا اینا قشر کلکن عزیزان من. نگاه نکن ایرانیایی که میرن ترکیه، من در مورد توی یوتیوب دیگه هر جایی که دارید میبینید، یه جای دیگه هم داشتم در مورد تتلو و دو نفر دیگه، یادم به بچه های مظلومی که رفتن تو ترکیه، دادم ساده الان دیپورت میشن و فلان این حرفا. اینا با اونا خیلی اینو میبینید، این 20 نفر رو دور زده رفته رسیده اونجا، خرج هواپیماشو از اونا گرفته، از افراد سازن دور برای مثلا تیپ جامبولتونی و اینا. کسی اونجا تو تگزاسه به نظر میرسه، از ایالت های جنوبی امریکا، اونجا بتونه سرمایه جمع بکنه، اونجا بتونه سرمایه جمع بکنه 40-50. اینا خیلی کلکن، بیزنسمن هن معنی واقعی. خب حالا داشتیم سکویی رو میگفتم که ایشون امر بهش مشتبه میشه، چهار نفر میرن اونجا میگن آقا شما صوت شما میتونه جهان رو تکون بده. خب بیزنسمن هم بوده، خب حالا شاید مثلا یه وقت خیرخواهانه مثلا گفته من حوصله‌ام سر میره چیکار کنم، گفته من یک تلویزیونی تشکیل میدم به اسم آریا مهر. خب اون زمانم بود که ماهواره بود، تارگت اینا هم بیشتر همون ایرانیای همون محل خودشون بوده، ایرانیای کانادا و آمریکا و اینا، چون اون اوایل که ماهواره اومده بوده سیستم پخش ستلایت اومده بوده، اینا فکرشون نمی‌کردن که در ایران دیده بشه. از یا تا با اینا مصاحبه میکنن، اونا میگن که اینو گسترده میشه، یه روز دیگه در موردش صحبت میکنیم. ایشون تلویزیون افتتاح میکنه و شروع میکنه فان ریزینگ کردن و پول جمع کردن، پولای زیاد.
عدداش شما ببینید تو ویدیوهایی که مال بچه ها مسخره میکنن، میتونید ببینید چه پولایی جمع میکردن. خب دیگه جمع میکنه و اونا. خب یه افراد قدیم، افراد قدیمی نسل قدیم دهه 30 و 40 و 50 راحت به این مطالب رسن، یعنی بود شاه بزرگ ما فلان، یه دفعه میرسه 300,000 دلار ریخیا میرم سراخ دار پیدا کردن. این یه سراخ دیگه رو پیدا کرده، این یه سراخ دیگه. اون زمان خب خیلی خوشتیپ بود و چیزم بوده و میاد تو ماهواره و یه چند سال این برنامه رو داشته. خب ولی خب حرفاش یه روی کرده چی مثل شهرام شال چیز اینا نبود، آقای شهرام همایون اینا نبوده. ایشون یه رفتار مثلا آنارشیسم اینا هم بلد نیست اینا رو که خیلی حالت تهاجمی و آتش بزنید ما آتش بزنید بلام بکنی حالت. من فکر که حالا همه اینا به خاطر کلک اینه که موقع مثلا بیرون میشه کسری بودجه پول بریزید پول بریزید بیشتر به این خواهد. ولی خب اون روی کرده چه همچین روی کردی داشته که خیلی رفتار خشونت آمیزی و اینا در تلویزیونشون چیز میکردن، پیگیر بودن تو فعالیت سیاسی که داشتن. این باعث میشه که علاوه بر این با یه گروه های دیگه هم اونجا درگیر میشه تو ماهواره که بوده. خب سیرابی همیشه که میدونید میپرن به هم دیگه برای اینکه بتونن اتنشن بگیرن. اونجا به این دلایلی که گفتم تحت تعقیب قانونی قرار میگیره در امریکا، نه از نظر امریکا، فکر کنم از نظر به جهات دیگه‌ای، به دلایل دیگه‌ای. اون باعث میشه تلویزیون آریامهر رو ببنده و خیلی مثلا آندر پروتکتد زندگی میکرده که من در من احتمال داره من ترور بشم، احتمال این که مثلا چقدر اهمیت داریم، چقدر تاثیر بزرگ که حالا الان ترور هم بشه. حالا به هر حال خب می خودم این چیز هم میکنم، خب مثلا خیلی هستن میگن خب ما قرار ترور بشیم، حالا چه کنیم؟ من که نمیتونم سر کار برم، پس چی؟ حالا یه پولی هم بگیریم. من مثلا میره RCMP این میره پارلمان اروپا رو ترکه میکنه، این میره RCMP رو ترکه میکنه، مثلا پلیس مبارزه امنیت مثلا کانادا رو ترکه میکنه، یا FBI یا مثلا سازمان های دیگه. کلکن دیگه، خداییش کلکن. حالا تعطیل میشه سیستم آریامهر تا همین چند سال پیش که مشهدم مثلا کلاب هاوس میاد و اینا. ایشون یه اون موقع زیاد داغ نبود بازش، ولی عباس جفرسون بازارش داغ بوده، مشهدم الان کم شده. ولی خب این حتی چند وقت یه باری میاد اونجا یه ناخونکی میزنه و میره. پارسال این موقع یه ناخونکی زده بوده و رفته. چند ماه پیش هم میره در تلویزیون، خیلی گسترده شد شهرام شالاتون. میخوام یه روز دیگه بیام موضوعشو بگم که این در تلویزیون شهرام همایون چی کار میکرد و چی پیش اومد و اون چقدر کلکی. اون دیگه اساس روی موضوعی که من دارم میگم بیزینس مند بودن شهرام همایون، یعنی باید یه دانشگاه درست بکنن که چگونه کلاهبرداری بخوام چگونه پول به دست بیاوریم در جهان جدید. شهرام اینو بذارن رئیس اونجا، اینو بذارن اونجا مثلا چیز بکنه، مسئول یه وقت یه درسی در یه حوزه آموزش بده که چگونه شما بیاد بگید من پیشنویس قانون اساسی نوشتم، من پیشنویس خودتو به عنوان یک حقوقدان معرفی بکنی و قالب بکنی، تو چجوری بیای برانگیخته بکنی آدم ها رو. خیلی اینا کارا بدن از این نظر. شهرام همایون رئیس ایناست، از آب کره میگیره اون. ببین اون کیه که از این دوتا کره میگیره؟ ولیش که حیف، ولی ما بحث هیرمند اینا رو نگوشتیم. خلاصه سکوی تلویزیون شهرام همایون چند ماه گذشته، الان 3 خرداده، اون از مثلا 4-3 ماه پیش زمستون هی اونجا میرفت، اینا خونکی میزه، خب ویو هم میگیره چون سرگرم کننده است، نه اینکه مطالبش مهمه. این ولی زیاد سرگرم کننده نیست، کم عقده‌ای، یه حالت عقده‌ای داره، ولی این خود خلی داره، جالب انگیزه، خنده داره. گفته بودن چیکار کنیم چیکار نکنیم، مردم ایران هم که منتظر دعوان. یعنی شما تو خیابون علکی با این افبار رفیق تو رو علکی داد بیداد تو کنید، یقم 200 نفر جمع میشن، کار ندارن ها، منو جمع میشن نگاه میکنن. اینا به خاطر اینکه شلوغ بازی به راه بندازن که بتونن کریرشون یه جوری نگه دارن که احتمالاً
یه کاری بکنن، من نمیدونم چه کاری. اومدن در کلاب هاوس، اون رومگذاران و اینا هم که مثلا در دستن در کار هستن تو برنامه کلاب هاوس، استقبال کردن از این موضوع که ما این دوتا رو بندازیم به جون هم و یه کره ای بگیریم. خود این کره ای اصلی که در یوتیوب، از یوتیوب پول در میاره، از پارلمان اروپا در میاره، این بند خود مسن فکر نکنم محتاج مالی از الان این نظر داشته باشه. حالا خب متوجه که مثلا موهاش رنگ میکنه و اینا، نشون میده که احتیاج به اتنشن داره، به توجه داره. خلاصه اومدن و عباس جفرسون بهش گفت تو مستی، تو تکیلا میزنی، تو خیلی آلرژی پیدا کرده به کلمه تکیلا. من دیدم یه جایی بچه ها نمیشوندن که کلمه تکیلا برای سکویی حالت فوش قاربادر پیدا کرده. خب راستم خیلی بده شما به کسی که اومده میگه من در حوزه سیاست دارم گفتگو میکنم، یه بهش بگن تو مستی مثلا. خودش هم انکار نمیکنه که مثلا مست، بیشتر وقت مشروب میخوره و خوره. ولی حالا من نمیدونم مستی این بابا خوبی یا بدش. خب من بر سیاست مدار بعد وقتی که داره گفتگو میکنه. ولی خب مثلا اگه شخص ارمنی بود، تاکید میکنم اگر ارمنی بود و در مسیحیت به ایشون اجازه داده بودن که اینجوری بکنه، در خونهشون نشسته بود اینجوری میکرد، اشکالی نداشت. ولی خب شما تو سیاست مدار، درسته مثلا بر طنز آدم رو دنبالت بکنن، بیشتر بر خند و مسخره بازی، ولی بعد شما چرا؟ چون شما دوست نزدیکت هم، فرض کن نزدیکترین رفیقت وقتی داره حرف میزنه، وقتی بفهمی که الکل، یعنی الکل شما رو از عقلانیت خارج میکنه، دیگه حرفش رو جدی نمیگیری. خب یعنی عزیزترین کسی هم وقتی داره، تا وقتی که نفهمی که مسته، وقتی فهمیدی که آقا این یه فهمی هم نگاه میکنه میبینی که داره کج و کله میره یا داره ملنگه یا مثلا بوی الکل میده یا فلان، دیگه از اون لحظه پروندهش بسته است، رفیق نزدیکت. یعنی هرچی بگی دیگه جدی نمیگیری. دیگه حالا چه برسه که اینا در منش خیلی بزرگ رفتن اونجا نشستن که ما در باره آینده ایران چه تصمیمی بگیریم، والا این با اون، این خودش جفرسون میدونه، اون خودش چگوارا میدونه. اصلا چگوارا هم نه، مثلا اینو تو علمای چیزن، جنگ های پارتیزانی مثلا زمان که بگم زمان جنگ دوم، زمان مثلا چیز اینا، آمدولفین فیلتر اینا در پاریس و چیزهای اینجوری، نمیدونن اصلا، نمیدونن ایران چه کشوریه، شرایطش چیه و فلان. این حالا تازه رفته اونجا، این تا سال 87-8 فکر کنم اینجا در ایران بوده. خیلی هم قانونی زوار هواپیما میشه میره، خیلی خنده دار. و اونجا چیزه، حالا کار ندارم به چیزاشو، کار ندارم مسائل حقوقیش و اینا رو کار ندارم، ولی به هر حال این اصلا نمی، مخصوصا آقای چی 50 ساله آمریکاست، واقعا شما هر کاری هم بکنی، ببین هزار بار شما بری فرمول شیمیایی آب رو بری بخونی، آج مثلا H2O، ساختار شیمیاییش رو بری بخونی، تا وقتی که شما نپری تو استخر نمیدونی ایران چیست، نمیدونی آب چیست. حالا شما هزار تا شب بری بگو ایران، هی مثلا بگو من خبرها رو دنبال میکنم از جنوب کالیفرنیا به مدت 40 سال 50 سال با هموطنانم حرف میزنم، جفرسون هم همینطور، نمیدونی که اینجا چه کشوریست، چه برسه به اینکه حالا نمیدونی که حالا بخوای تصمیم بگیری که چه کاری چه نتیجه‌ای میتونه بگیره. مگر اینکه چی؟ که من فکر میکنم اینا خودشون میدونن، ولی خب شو کلکن، گفتم ایشون موتیویشن مالی داره، ایشون هم آخر عمرش سن زیاده، به توجهی بگو به خندی هر کسی به این سن 70-80 نمیرسه، به بشترش که نگاه میکنه میخواد ببینه که چه تأثیری گذاشته در زندگی خود. بچه‌هاش هم مثلا شاید ازدواج کردن رفتن تنهاست. تو حال ما یه جوری بیم سر بشینیم مثلا مست کنیم شب تو کلاب هاست در مورد آینده ایران صحبت بکنیم، ایشون هم میگه ما یه جوری یک بیزینسی را بندازیم به پولی در بیاریم. خب میره اینا رو پخش بکنه، اینا میبره به پارلمان انگلستان مثلا نشون میده، میگه ببین 40,000 نفر اومدن در پیشنویس قانون اساسی من جلسه داشتیم شرکت کردم، اونم کشورشون کوچیکه دیگه، مثلا اتریش چقدر جمعیت داره، مثلا انگلترک، اسکاتلند، اون میگه 60,000 نفر شما
بیننده داری در کلاب هاوس، نمیدونم اون اومدن اومدن اونجا سرگرم بشن. میگه خب چیکار کنین جناب دکتر فخرآور؟ میگه خب 500 هزار دلار به من فاند بدید تا من برم انقلاب بکنم. میگن باشه بیا، چیکو میدن میره. این بود آقا، سرگرم کننده بود کلاب هاوس و اینا. من بلد نیستم سیستم اونجا چجوریه، ما اینو پخش کردیم به خاطر اینکه سرگرم کننده باشه. خب این الان تموم شد، اینم عکسم خیلی جالب بود که اینا در رینگن. این آقای کل چیز هستش، کسی که به بوکسینگ علاقه داره من یو اف سی ام اینا، بعدا من یه جای دیگه هستم اونجا فعالیت میکنم. چرا خب دیگه جفرسون اینا برن، من الان این تیک تموم شد، الان میخوام به طور جدی بهم چیزایی نشون بدم که حیرت زده بشه در مورد مربوط به همین هیرمند و میرمند و ایناست. خب دارم الان اورگانایز میکنم ببینم که از کجا شروع بکنیم، در کجا قدم بگذاریم و به کجا برسیم. فعلا همین، خدا نگهدار همگی. چاو چاو چاو، بای.